خانم‌ها و آقایان، عیدتون مبارک. عید شما مبارک. مهران مدیری عزیز مهمان خندوانه است و جناب خانم بهمون اضافه شده. سلام خوشگله. سلام رامبو جان، سلام شوری. قربونت برم، آفرین به این کچلوار زیبا. گفتم جلو شما آقای مدیری کم نیارم، قشنگه؟ خیلی خوشگلتر شدی. روم نشسته رامبو جان؟ خیلی. سلامی از ته دل با تمام عشق به کاپیتان طنز ایران. مدیری نارگیله، مدیری نارگیله، مدیری نارگیله، مدیری نارگیله، ولی مدیری نارگیله، ولی مدیری نارگیله. رامبو دیگه تموم کردی خندوانه راه. به نظرم دیگه اصلا دیگه تعطیل کنیم بریم خونه. من اجازه دارم همین اول یک هدیه تقدیم بکنم به جناب مهران مدیری از ته قلب. حتما بیا بگیر بشه. خواهش میکنم. خیلی خواهش میکنم رامبو جان، بفرمایید. بفرمایید شما تعریف. من با اجازهتون برم بگیرم براتون بیارم. سلامت باشی. با عشق، با عشق خدمت شما رامبو جان. بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. این چیه؟ خیلی ممنون. من اول یه چیز راجع به جناب خان به انقدر دوست داشتنی هستی. نوکرتم بخدا، چاکرتم، سلامت. انقدر اصلا یه وضعیه. سلامت باشی بخدا، نوکرتم، دست در نکنی. باز کنم؟ باز شود، دیده شود، ایشالله که پسندیده شود. این چی بود آوردین گنده شد آوردین؟ این چی بود آوردین گنده؟ چرا ویلا ندادیم؟ چیه به نظره؟ اصلا نتونستم حس چرا ویلا ندادین که نار دریا ندادین؟ ما توی به نارگیله. آفرین نارگیل. خلاص رامبوت، خلاص. خیلی ممنون. امشب در این تاریخ فلسفه نارگیل بستی. مهران مدیری نارگیل تمام ایران وجدان. متشکرم. ای جان. آفرین. سلامت باشی. متشکرم. این اولین باره که تو این کارو می‌کنی. دیگه آخه خلاص شد. آقای مدیری. جون. حالا که از متعارف که خوشت اومد قربان. ما اگه بخوام وارد سینما بشم چیکار باید بکنم؟ شما که بیا بغلم. رامبد میشه شما و بقیه چند لحظه بیرون باشید؟ برون بغل آقای مدیری. خدا دارم دیوونه میشم رام. عشق کردم. تو کدوم کارهای مهران دوست داری؟ سعی میگه کدوم کرام بود؟ ما با کارهای آقای مهران مدیری بزرگ شدم. بخدا رام بود. آشنایی ما با آقای مهران مدیری سر کارهاشون نیست. چیه کجا؟ ما از عراق آشنا بودم با آقای مدیری. از عراقی؟ تو مگه عراقی؟ تمام عراق رفیقا من رام بود جان. نه بابا. بخدا. همه ی ایران رفیق. آره. تمام بچه های محل آسیاب خرابه. رازون رودخونه خشکه دست نداره عراق. درست میگه؟ آره رامبو جونم، اشتراکات ما با آقای مدیری خیلی زیاده. چیه؟ خیلی رامبو. فکر نمیکنم. چرا؟ با خدا خیلی زیاده. فکر نمیکنم. بگو. ما هم یه شبهای تو خواب ناخودآگاه تخلیه میشم. جان این همین اصلا خیلی صبحش چقدر بده رام بود. حالا باید بلند شی دوشکت بندازی رو بند خشک بشه. به روانشناسم هم گفتم همینو گفته. ای قبل چی گفته؟ خب باید کمتر آب بخوری. من نخواستم بازش کنم دیگه. ما دیگه باز کردم کامل. دکترم بهم گفت یکم ترموستاتت مشکل داره. خب اجازه میدی با گفتمون ادامه بدیم؟ سلامت باش، مخلص شما من سو. مهران شنیدم یه کتاب شعر داری که یعنی میخوای یه کتاب شعر بزودی آماده و ارائه بدی؟ توضیح میدی راجبش؟
شعر که در خب نمیتونم بگم، برای اینکه شاعرای درجه یک داریم و اینا، اون چیزی که من میگم شعر نیست، ولی نوشتم از خیلی سال پیش. سه بخش داره: نوجوانی، شعر از نوجوانی، آره، شعرهای جنگ که مثلا مال اون دور است، و بعدش تا امروز، آره، شعر نوه، و شاید تا مثلا یه ماه و نیم دو ماه دیگه چاپ بشه و بیاد بیرون. آره. اسم کتاب نمیدونم هنوز. و مثلا چقدر این حجم شعرها زیاده یا کتاب قطوره؟ نه کتاب... نه نه قطور نیست، شاید 30 تا شعر باشه. موهی داروم زیر لب لا حول ولا میخونه برای آقای مدیر. اینقدر که قشنگن آقای مدیر. آرمیتا جان خوبن؟ خوبه. روی سلام خیلی برسون بهتون. روی ماه تو میبوسه. میشه نبوسه؟ همه از دور دست کن بدیم برای هم دیگه. از دور با خدا عشق میکنم آقای مدیر، اینقدر حیوانای دوست داری رام بود. خیلی با خدا، ما تو همه کشور دیدم یه آدمایی هستن با حیوانا بد برخورد میکنن. رام بود جان فیلماش هم در اومده. من بعد ما بفهمم توی کشور کسی با حیوانا بد برخورد کرده، دهنش کاگل میگیرم. آفرین، به نظر تشویقت کنیم رامو جان. رفتاری با بچه ها با حیوان ها چی انقدر زیاد شده؟ یه جور مریضیه. از چی میاد؟ از کمبود. شخصیت هایی که مشکل دارن بد رفتاری میکنن با بچه ها و حیوانات. اصلا جهان بدون حیوانات معنی نداره در واقع. و بچه ها که دیگه اصلا هیچ، قنده اصلا. ولی کسایی که این کارو میکنن مشکل روانی دارن، مشکل روحی دارن دیگه حتما. انسان نرمال نمیتونه این کارو بکنه. رامبو جان، بله. تو هم حیوانای دوست داری؟ خیلی عاشقه. راست میگی؟ بله. رامبو جان، پشه کشتی؟ نه خب پشه که حیوان نیست البته. یادم نبود. رامبو جان، بله. تو که حیوانای دوست داری قربونت برم، یه روز بیا موی کبوتر دارم رو پای میزنی، اینو قشنگ بهت نشون بدم. پایه این همه با هم یه چیزی بخونیم برای آقای مدیری؟ بله حتماً. همه باید همراهی کنیم؟ دقیقاً. چی باید بگیم؟ همه باید بلند جواب بدن مهران مدیری. برو بریم. از ساعت خوش تا حالا مهران مدیری، از ساعت خوش تا حالا مهران مدیری، همیشه بودی مرسی. از ته دل ممنون. با عشق و خدا برای شما آقای خیلی بودید. ممنون، قربونت برم الهی. او کار ما رو هم حلال کن، عذرخواهی میکنم. ما تو تماشاگرا بودم نفهمی کردم او فیلم او قسمت گرفتم 500 میلیون فروختم به اون شبکه. حلال کن، عدستم دارم. سلامت باش. خیلی ممنون. خیلی ممنون. دمت گرم. قند عسلی رام بودی. آره نزار بره امشب. نه تا صبح اینجاییم. گفتم لباس خونه و زیر و اینا میاریم. بگو از فوتبال چه خبر؟ فوتبال که دیگه ردیف، که اسپانیا که خلاص شد رامبو جان. چطور؟ لوپتگی انداختمش بیرون. کی هست؟ مربی اسپانیا. تو انداختی بیرون؟ دقیقاً. لابی که رامبو، مگه نمیدونی من مدیر ارتباطات مویرگی تیم ملی شدم. نه بابا. خدا. خب بعد چه جوری به تیم اسپانیا چیکار کردی؟ لابی کردم رئال مادرید لوپتگی رو خرید. خب فدراسیون فوتبال اسپانیا شاکی شد، لوپتگی افتاد بیرون. خب الان دیگه خلاص ما صعود کردیم رو همین جان. یعنی با این قضیه ما اسپانیا رو می‌زنیم؟ بله دیگه. امشو شما شلی پکلیری رو، امشو شما شلی پکلیری رو، امشو شما شلی لوپتگی بیرون، امشو شما شلی لوپتگی بیرون، امشو شما شلی پکلیری لوپتگی میرونه، امشو شما شلوپتگی میرونه.
انداختمش بیرون. اسم این آقا چیه؟ کی؟ همین آقایی که گفتی؟ لوپتگی. آها میگه و این بیرونه. شما و آقای مدیری هم که عجیب تو فوتبال سررشته دارید. آره من فوق تخصصم. تا نگاه نمی‌کنی؟ این بازی رو چرا؟ نه اصولا یعنی فوتبال. نه اصلا نمیدونم چی هست. خیلی تیم خوبی هستین با هم. به خدا. آقای مدیری کوکا یه مصیب مشکلی ما داره. آخر قهوه تلخ چی میشه بالاخره؟ به خدا داریم دیوونه میشیم. چی شد کیانوش؟ چه اتفاقی میفته براش؟ جدا قرارمون این بود، قصه این بود که بیایم چیز حمله کنن. خب از یادم رفت کی بود اون پادشاه بزرگ اون موقع که اسمشو میبردیم، یادم رفت، لطفعلی خان زند یه هم چیزی حمله میکردن اینجا، همه رو تسخیر میکردن. اون لابلا ما یه با سیامک قهوه میخوردیم و رو برج میلاد بودیم. آه برمیگشتیم به زمانه حال تو، منم باش میوادم، حالا چه جوری معلوم نیست. چه قشنگ قرار بود اینجوری دو قسمت آخر تی بشه که نشد. نمیاد بیرون هیچ وقت دیگه؟ اصلا ساخته نشد؟ ساخته نشد. آره آره. نه دیگه، دیگه نه کاخی هست نه دیگه بازیگرایی هستن. خدا رحمت کنه عارف لرستانی رو. چه نه عارف هست. آره دیگه گذشت. واقعا درست میگن که یه قهوه تلخ بهتر از یه تلخی بی قهوه است. واقعا درست. یه بار دیگه بگو. یه قهوه تلخ بهتر از یه تلخی بی قهوه است. آلمانیش همیشه اونجا خن بخلیخین و خشنال اولیور کان. چرا اینه گفتم مثلا؟ آفرین که انقدر مسلطی. ببخش یه لحظه آقای مدیری با شهاب حسینی قاطی کردم. ولش کن ولش کن ولش کن. خیلی هم خوب آقای مدیری کوکا شاکر ببخشید. بفرمایید. ما عاشق شدم. یه تبلت بهم میدین؟ بله بله بله. عکس سه نفره من و تو و مهران با هم بندازیم. با کله میشه تشریف ببرید؟ یه سوال بکنم. بله. اینقدر جناب خان عزیزه، دوست داشتنی، اینقدر حس داره نوکرتون بخوره و یک شخصیت مستقله کاملا. با خندوانه تموم میشه جناب خان یا ادامه داره توی شکل نمیدونم یعنی توی یک جای دیگه یعنی یک فضای آره. دیگه باید همیشه باشه آخه. به نظرم همینطوره. آره باید همیشه باشه. خدا ماشاءالله. یعنی خندوانه و من هم نباشیم جناب خان باید ادامه بده. رام بود نگو همون ته دلم خالی شد کی نباشیم. شما که تو همین الان 100 سال از خدا عمر گرفتی رامبو جان. 20 سال دیگه هم رو 100 سالت انگار بچه های 5 سال بالا پایین میپری. ماشاءالله ما بیام عکس بندازیم. میام اینجا عکس بندازیم. خدا ای خدا اومد اووردیمت 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 اووردیمت. تیش گرفتم آتیش گرفتم. این دل که آتیش گرفته تیش گرفته آتیش گرفته. ای جان وا چه لحظه‌ای داره ثبت میشه. کاش رامبو توی عکس نبود چه عکسی میشد. بیا بابا بیا. نه نه بیا تکون نکن. چی کردم بخودم؟ ای ستایی ستایی ستاییش کن. غلط کردم ستاییش کن. ستایی گرفتم بیا. وا جان بفرمایید. میتونم ببوسمت؟ با کله بخورم. خیلی میچسبه. آره بوس با مدیری. آقای مدیری تو نرفتی کوکا اینم باید برام امضا کنی. بیا الان عکسو بندازیم. اینم میخوام تو عکس باشه. اینم تو عکس باید باشه به عنوان یادگاری. این لوله ما نگه دار شما از همون قدیما. شاکرم متشکرم. مرسی. یه خودکار بدین این آقای مدیری برای ما امضا کنید. چش خودکار اینجا هست. جان این همه کار میکنه الان میزه. چقدر ما با این لوله ها زدیم تو سر و چای مردم. خدا خیرت بده چیزهای قشنگی بهمون یاد دادی آقای مدیری. خیلی آموزشی بود. ای جان رامبو دوستمه دیدی سارا رو؟
سارا، سارا که لباس خندوانه ای تنش کرده. اینجوری پوشیده؟ خیلی از دوستای قدیمی مونه رام. نه بابا. نقاشی کشیده برام. راست میگی؟ دیدی نقاشی نه کجاست؟ قربونش برام. قربونش اینا. ببینه. وای ای جان دلم. چقدر قشنگ. ای جان دلم به سارا. سارا خوشگله آموجون. سارا خوشگله. اینو چیکار میکنی؟ میدیش به جناب خان؟ آره؟ بیا جناب خان مال شماست. قربونش به قربون خندش برم سارا خوشگله. یواش مراقبش باش. امضا شد، امضا شد رام. امضا شد. بله بله امضا شد. لوله هم امضا شد. بله. میام لولت میکنم. لولت میکنم ما هم قربونیام. ببین چقدر قشنگ تقدیم، چقدر خوشخط، چقدر خوشخطی آفرین. دمت گرم. تقدیم به جناب خان عزیزم، مهران مدیری، بهار 97. لوله اوری اوضاع رو نمیدونم. خدایا دیگه هیچ علی جهان نمیخوام به خدا. خدایا شکر. خیلی ممنونم که اومدی، مخلصم. خیلی متشکرم که اومدی. خیلی ممنون که دعوتم کردین. اختیار دارید و لذت بردیم. برات آرزوهای خیلی خوب میکنم. منم همیشه ان شاء الله مثل همیشه همچنان بالا باشی، بدرخشی، سلامت باشی، کیف کنی. مرسی. رامبد از دوستای خیلی قدیم منه و یکی از شاید دو سه نفر آدمی که خود خودشه همین که هست و تو دوران ما خیلی این موضوع با ارزشه که خودت باشی. منم آرزوی سلامتی و درخشان تر بودن. این آقایی هم که اینا را آورد آقای شاه حسینی بود که شما سلام آره داده بود توی الان ورود همو دیدیم، گفتم ببین من میشناسمت، عاشقتم. جیگر آره. خیلی ممنون. روزی که اومده بودیم محبت کردی، من اومدم به دور همی، گفتی چی به موزه درسته دور همی میدی؟ گفتم که یه دونه از لوحمون رو مخصوص موزه دور همی، خندوانه هر چهره با لبخند زیباتر است، ما خیلی باحالیم، یاد بوده برنامه تلویزیونی خندوانه، هدیه به موزه دور همی. متشکرم. خیلی با ارزشه. مخلصیم. خوشحالم که دوستش دارین. و چی کار میکنین این هدایایی که توی موزه قراره؟ میخوریم یه آبم روش. نه ولی واقعا چی میشه؟ ما همین به زودی زود، برای اینکه سخته، برای همین تا الان طول کشید، برای اینکه یه عده‌ای هنوز اینا رو نداده بودن هدیه هاشونو، اونا رو جمع‌آوری کردیم و اینکه این مراسم به بهترین شکل انجام بشه داریم تدارکش رو می‌بینیم. به زودی این حراج انجام میشه و چقدر باحال. آره چقدر باحال. آره و این هم که لوح ماست، خیلی برای ما ارزشمنده. خیلی ممنون. برای منم همینطور. لطفاً یه جای بذار که ببینیش، چون حتی کاملا عاشقانه داره تقدیمت میشه. خیلی ممنون. مخلصم. متشکرم. خیلی ممنون که منو دعوت کردی. مرسی از همه. مرسی از تو و با آرزوهای خیلی خوب برای همه مردم ایران. مخلصم. به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم. لطفاً مهران عزیزم یه آرزو برای مردم ایران بکن و بعد خداحافظی کنیم. در شرایط کنونی یک آرزو دارم که شاید دو تاست ولی در یه جمله میگم، امنیت، که این به هم نریزه. فقط این شاید الان ترس بزرگ همه مردمه. بله. تو دلشون شاید ابرازش نمیکنن ولی بله، این چیزی که وجود داره به هم نریزه و آرامش، این آرامش با ثبات اقتصادی، با رسیدگی به مسائل معیشتی مردم و خیلی چیزا به وجود میاد. آرزوی امنیت و آرامش دارم. الهی
مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. من و مهران خیلی دوست داریم. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. براتون آرزو میکنیم مثل هر شب در کنار تمام آرزوی زیبایی که مهران کرد، همینطور ما هم مثل هر شب میگیم که در کنار خانوادتون باشید، راضی باشید، پر روزی باشید و سلامت، و ایشالله همه مریض هم از بستر بیماری بلند شن. مخلصیم، رو به اونجا میگیم شاد باشید. جناب خان تو دیگه نکته نداری؟ ما هم اگه بشه یه آرزوی بکنم رامون. بکن. اولا که به قول آقای مدیری ایشالله که بر نگرده جنگ، چون ما هم مثل آقا مهران وسطش بودم. و دوی که ایشالله هیچ بچه‌ای درگیر مریضی نشه تو ایران، تو جهان. هم شاکر دمت کرد. برسیم. بازم ممنونم ازت. خدا حفظت بکنه. متشکرم. خوب باشیم. تو هم همینطور رو به اونجا اینجوری میکنیم شاد باشید. یک دو سه. شاد باشید. از ساعت خوش تا حالا مهران مدیری همیشه بود. I'm